مارشال عبدالرشید دوستم. قندهار رفته، اگر در 24 ساعت تمام پوسته های پاکستان را از خاک خود بیرون و نیروهایش را از بین نبردم، دوباره رتبه مارشالی ام را ازم بگیرید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آصف آشنا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: خطاب مارشال دوستم به دولت مرکزی، اجازه دهید تا به اسپین بولدک قندهار بروم. اگر در 24 ساعت تمام پوسته های پاکستان را از خاک خود بیرون و نیروهایش را از بین نبردم، دوباره رتبه مارشالی ام را ازم بگیرید. در همین حال دکتر فهیم توخی با پخش این عکس روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: یکی هزاره و دیگر قندهاری اردو شانه و شانه در اسپین بولدک در مقابل تجاوز ظالمانه پاکستان جنگیدند و با اندکترین امکانات به فاتحین جنگ مبدل شدند. به افتخار وحدت ما، به افتخار قهرمانان ما. در امین حال فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تادین خان، پاکستانی ها بالای مردم فی را شروع کردن، سپس مرکز امر کرد شلیک را متوقف کنیم. پس از آن پاکستانی ها با آوان خانه های مردم را زدند. پاکستان بکشد و ما تنها حق سیل کردن را داریم. توخی همچنان نگاشته است: وزارت دفاع به اساس هدایت جنرال ضیاء لوی دلستیز قوای مسلح کشور، قوای هوایی و قطعات خاص در حالت احضارات درجه یک قرار گرفتند. یاسین ضیاء علیه حملات پاکستان اعلام آمادگی کرد. لوی دلستیز قوای مسلح افغانستان به ارتش کشور هدایت داده است تا پاسخ حملات راکتی پاکستان را بدهند. به نقل از تولونیوز، فواد امان سخنگوی وزارت دفاع با نشر خبرنامه اعلام کرده است که حملات راکتی پاکستان منجر به کشته شدن 9 فرد غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 50 تن شده است. در این حال محمد یاسین ضیاء لوی دلستیز قوای مسلح کشور و تمام نیروهای امنیتی به خصوص منصوبین قلوردوهای 205 تل، 201 سیلاب و 203 تن در هدایت داده که در برابر هر اقدام نیروهای پاکستان عمل بالمثل انجام بدهند. گفته می شود که آقای ضیاء نیروهای امنیتی کشور و نیروهای ویژه را به حالت آماده باش قرار داده و در صورت ادامه حملات نیروهای پاکستانی عمل بالمثل انجام می دهند. از سوی هم منابع دیگر می افزایند که جنرال تادین خان قماندان امنیه قندهار نیروهای تازه نفس مجهز با سلاح‌های ثقیل را به اسپین بولدک ارسال کرده است. واکنش تند وزارت خارجه افغانستان به حملات راکتی پاکستان. وزارت خارجه افغانستان حملات راکتی نظامیان پاکستانی به اسپین بولدک قندهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. با گزارش اسپادنیک، وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه حملات نظامی پاکستانی به محلات مسکونی به ولایت قندهار که باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شد، با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است: در وضعیتی که شیوع ویروس کرونا مردمان فقیر و بی‌وضاحت را در سراسر جهان و ویژه در افغانستان و پاکستان با چالش های جدی اقتصادی مواجه کرده است و میان افغانستان و پاکستان برای باز بودن گذرگاه های تجارتی و ترانزیتی به هدف بهبود معیشت مردم در کشور توافق صورت گرفته است، عملات نیروهای پاکستانی آن هم در روز عرفه که اهمیت خاصی برای امت اسلامی دارد، باعث رنجش و نگرانی شدید مردم افغانستان شده است.
در خبرنامه این وزارت نیز آمده است پاکستان با احترام به تمام اصولات پذیرفته شده دیپلماتیک و توافق موجود میان دو کشور برای جلوگیری از تکرار همچون عملات از میکانیزم های موجود نظامی و دیپلماتیک استفاده کند. در ادامه گفته شده است که افغانستان همیشه طرفدار صلح و حفظ آرامش در امتداد خط فرضی دیورند است و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توان کامل دفاع از مردم و ارائه پاسخ چنین حملات را دارند. در حمله های راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق مسکونی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 9 غیر نظامی جان باختند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال محمد یاسین زیا لوید رئیس قوای مسلح کشور با تمامی نیروهای نظامی کشور به ویژه قول اردوی 205 201 سیلاب 205 تندر هدایت داد تا برای پاسخگویی به عمل بلمثل در مقابل نظامیان پاکستانی آمادگی کامل را اختیار کنند و نیروهای افغان را در خط دیورند با سلاح‌های سبک و سنگین بیشتر تجهیز کنند. حملات راکتی پاکستان به قندهار شمار جان باختگان و زخمیان افزایش یافت. به اثر حملات راکتی پاکستان به ولایت قندهار شمار جان باختگان به 15 تن رسید. به گزارش از اسپوتنیک به نقل از تولونیوز در پی حملات راکتی پاکستان به مناطق مسکونی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 15 غیر نظامی جان باخته و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار با تایید خبر گفته است که درگیری هنگامی دوام پیدا کرد که نیروهای افغان نیز برای پاسخ به نظامیان پاکستانی دست به اقدام شدند. در این حال دکتران در این شفاخانه گفتند که چندین تن از زخمیان اطفالند. یکی از گواهان رویداد گفت حمله به گونه بود که زمانی که درگیری آغاز شد اولین حمله آنان روی مردم عام بود. در آنجا بیش از 100 تن و بیش از 1000 تن گرد آمده بودند. یک باشنده قندهار گفت ما در اینجا آمده بوده ایم تا خون اهدا کنه و همراه ما جوانان دیگر نیز آمده بودند. در همین حال یاسین زیا لوید رستیز قوای مسلح کشور و تمامی نظامیان کشور به ویژه خلوردی 205 اتل 201 سیلاب 203 تن در هدایت داد تا برای پاسخگویی به عمل بلمثل در مقابل نظامیان پاکستانی آمادگی کامل را اختیار کنند و نیروهای افغان را در خط دیورند با سلاح‌های سبک و سنگین بیشتر تجهیز کنند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر علی نگهدار. کامگار و سرفراز و بهروز باشید.